چند حمله تروریستی در عراق به وقوع پیوست. منابع آگاه در عراق از انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شمال این کشور خبر دادند. یک منبع امنیتی در استان صلاح الدین در شمال عراق اعلام کرد که یک انفجار در نزدیکی رستوران قلعه در منطقه الحجاج در شمال شهر تکریت دست کم 37 شهید و مجروح بر جا گذاشت. به گزارش شیویوز به نقل از سومری نیوز در این انفجار پنج نفر جان خود را از دست دادن و سی دو نفر دیگر مجروح شدند. پس از این انفجار نیروهای امنیتی در محل حاضر شدن و آمبولانس ها مجروحین و اجساد را به مراکز مربوط منتقل کردند. به گفته مراکز درمانی حال تعدادی از مجروحین وخیم است و احتمالا به تعداد قربانیان این حادثه تروریستی افزوده خواهد شد. منابع عراقی همچنین از انفجار بمب دیگر در شهرستان الشرقات در استان سالدین خبر دادند که یک شهید و سه مجروح بر جا گذاشت. انفجار دیگر در غرب استان الانبار نیز جان یک تن را گرفت و دو نفر دیگر را مجروح کرد. در شهرستان مدائن در جنوب استان بغداد نیز دو شهروند عراقی بر اثر انفجار یک بمب صوتی مجروح شدند. به گفته کارشناسان همزمانی چند حمله و انفجار تروریستی در یک روز در عراق تا یا ماه اخیر بی سابقه بوده است هنوز هیچ شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است